همونطور که قول داده بودیم، قرار شد که ما پتاسیم نیترات رو یاد بدیم که چجوری بسازیم. پتاسیم نیترات یک نمکه. ما در ویدیوی قبلی نمک ها رو داشتیم، یه سری از واکنش های شیمیایی داشتیم که محصولشون نمک بود. مثلا یکی از این واکنش ها اسید و باز بود، اسید به علاوه باز میدهد نمک به علاوه آب. خب مثلا من اگر اینجا نمک پتاسیم نیترات بخوام، باید از نیتریک اسید استفاده کنم و پتاس، که این واکنش الان خود به خود موازنه هست. من اول واکنش ها را، چهار تا واکنش که انتخاب کردم، بررسی میکنم، بعد یکی از اینا رو انتخاب میکنیم و محاسباتش رو انجام میدیم. خب پس اولیش اسید و باز شد که نمک و آب میده، پتاسیم نیترات، پس از نیتریک اسید و پتاس کاوهاش استفاده کردم. دومین واکنش نمک به علاوه نمک بود. خب من اینجا از K2SO4 و کلسیوم نیترات استفاده کردم. حواستون هست که چون پتاسیم نیترات میخوام، پس یه نمک پتاسیم باید بردارم، یه نمک نیترات باید بردارم. حالا چرا من به عنوان نمک پتاسیم اومدم پتاسیم سولفات رو برداشتم و کلسیوم نیترات؟ دلش اینه که طرف دوم، من اینجا علاوه بر این که پتاسیم نیترات رو دارم، کلسیم سولفات به دست میاد که کلسیم سولفات نامحلوله و رسوب میکنه. بنابراین من میتونم این رسوب رو صاف کنم و محلول به دست آمده رو بذارم آبش تبخیر شه تا بلورهای پتاسیم نیترات به دست بیاد. باز داشتم باز به علاوه نمک میدهد نمک به علاوه باز، پس از این واکنشم میتونم استفاده کنم. به عنوان باز از کاوهاش استفاده کردم، پتاس، و به عنوان نمک از آهن دو نیترات. همونطور که من این طرف دوم پتاسیم نیترات دارم و آهن دو هیدروکسید. آهن دو هیدروکسید باز نامحلوله. پس ببینید این دوتا نمک، من به صلاح نمک و بازی که طرف اول انتخاب کردم همین جوری نبوده. مخصوصا نمکی رو طرف اول انتخاب کردم که در طرف دوم رسوب بده، رسوب هیدروکسید بده، هیدروکسید آهن دو، که میتونم با صاف کردن جدا کنم و باز دو مرتبه اون محلول پتاسیم نیترات رو تبخیر کنم تا بلورهای مثلا پتاسیم نیترات به دست بیاد. واکنش چهارم واکنش اسید و نمک هست که میدهد نمک به علاوه اسید. باز اینجا من H2O را انتخاب کردم به عنوان اسید. نمکم پتاسیم کربنات هست. حواستون هست که یک نمک پتاسیم انتخاب کردم. طرف دوم پتاسیم نیترات دارم و اسید کربونیک. و اگر یادتون باشه گفته بودم که اگر طرف دوم اسید کربونیک به دست بیاد، تبدیل به دی اکسید کربن و آب میشه. دی اکسید کربنش که از محیط عمل خارج میشه و بنابراین من محلول پتاسیم نیترات خواهم داشت. حالا از بین این چهار تا واکنش، من واکنش اول که واکنش اسید و باز هست رو انتخاب میکنم و محاسباتش رو انجام میدم. خب قبل از هر چیز من به شما بگم که این واکنش اسید و باز به شدت گرمازا هست و اگر یهو به هم اضافه بشه، مقادیر زیادش یه دفعه به هم اضافه بشه، نتیجه میشه که میپاشه بالا. دو تا بدی داره. یکی این که ممکنه توی صورت ما بپاشه و خطرناکه. بدی دوم اینه که گرمای زیادی که ایجاد میکنه باعث میشه که نیترات به نیتریت تبدیل بشه. بچه ها، نیترات در اثر حرارت به نیتریت تبدیل میشه. من یه مشکلی که توی آب و آشامیدنی پیدا کردیم اینه که چون کشاورزها کود نیترات به زمین دادن برای سالها، بعد این در اثر آبیاری، در اثر آب باران رفته توی منابع زیرزمینی، بعد اونجا الان آبی که ما داریم استفاده میکنیم نیترات داره. نیترات وقتی شما توی کتری میجوشونی تبدیل به نیتریت میشه که سرطان‌زا هست. به همین دلیل وقتی که میخواین چای درست کنید، اولا آب کم بردارید، بعد یه بار که آبو جوشوندین، دفعه دوم از این آب برای چای استفاده نکنید. آب داخل کتری رو یه استفاده دیگه بکنید، واش گلدونا بدین، اگر ظرفا رو میخواین خیس کنین با اون، یا قوری رو میخواین بشورین با اون، این کارو بکنید. آبو دور نریزین. ولی دیگه
به اصطلاح از این آب برای چای استفاده نکنین، چون نیترات تبدیل به نیتریت میشه. اینجا هم همینطوره، اگر شما یهو این دوتا رو به هم دیگه اضافه کنید، نیترات ما تبدیل به نیتریت میشه و دیگه اون خاصیت اکسید کنندگی که توی باروت ما میخوایم رو نداره. خب ما اینا رو به چه نسبتی باید برداریم؟ چون از نظر مولی نیتریک اسید و پوتاس یک به یک هست، یعنی یک مول از این با یک مول از اون واکنش میده، ما جرم مولی ها رو باید به صلاح محاسبه کنیم و بر اساس اون مواد رو برداریم. نیتریک اسید جرم مولی 63 گرم بر مول هست و کاوهاش 56 گرم بر مول. چون کاوهاش جامد هست، بنابراین من میتونم 56 گرم کاوهاش رو بردارم، ولی نیتریک اسید به صورت محلول هست و من نمیتونم به صلاح، چون محلول خالص نیست. معمولا نیتریک اسیدی که ما میخریم مثلا 65%، بنابراین من باید حساب کنم که اگر 63 گرم بخوام چقدر باید از اون بردارم. وقتی محلول من 65%، یعنی هر 100 گرمش 65 گرم به صلاح نیتریک اسید داره. بنابراین میام چی کار میکنم؟ میام میگم تناسب میبندم، میگم که توی به صلاح اگر 65 داشت توی 100 تاست، من اگه 63 تا بخوام چقدر؟ مثلا فرض کنیم میشه 98 گرم، یعنی من 98 گرم از نیتریک اسید رو برمیدارم از اون محلولش از 5%، به علاوه اون 56 گرم کاوهاش جامد که کشیدم، کاوهاش رو میریزم در داخل یک ظرفی که دهانش نسبتاً تنگ باشه. اون ظرف رو هم حالا هر چقدر نسبت به واکنش ما ظرفمون بزرگتر باشه بهتره. مثلا اگه که از این مثلا بطری های 4 لیتری وایتکس یا جوهر نمک، بعد اینو داخل یه تشتی که آب و یخ هست، پتاسی که وز کردم رو میریزم، هاش نوسه رو مثلا 100 سیسیش رو برمیدارم، 100 سیسیش حدود 65 گرم میشه 100 گرمش. بعد ارزم به حضورتون که حالا قراره این دو تا یکیش بیشتر باشه، بهتره نیتریک اسید بیشتر باشه، چون نیتریک اسید وقتی که ما میذاریم تبخیر بشه میپره، ولی اگه کاوهاش زیادتر باشه به صورت ناخالصی توی کائنوسه ما به صلاح میمونه و باعث میشه که اون عمل کردی که ما میخوایم رو نداشته باشه. بنابراین پیشنهاد من اینه که اگه به این نسبت میخوایم برداریم، 56 گرم کاوهاش باشه و 100 گرم محلولش از 5% نیتریک اسید. کاوهاش رو میریزیم در داخل همین ظرفی که گفتم و قیف رو میذاریم و اون نیتریک اسید رو به تدریج اضافه میکنیم و هی همید داخل تشت آب یخ هی همش میزنیم تا این خنک بشه. دو مرتبه اضافه میکنیم تا نیترات ما به نیتریت تبدیل نشه. بعد که این واکنش انجام شد، با کاغذ پهاش تست میکنیم که حتما یک کوچولو اسیدی باشه. بعد این رو داخل یه تشتی میریزیم، پتاسیم نیتراتی که تولید کردیم، و میذاریم خودش تبخیر بشه. یه جایی روی پشتمون، روی توی بالکن، جایی توی هوای آزاد میذاریم که خودش تبخیر بشه و بلورهای KNO3 به دست بیاد. بعد که بلورهای KNO3 به دست اومد، میتونیم اینا رو با همون فرمولی که توی ویدیوی اول داشتیم بیایم و باش بارود درست کنیم. ازم به حضورتون که فقط یادمون باشه نگیم که خب ما میخوایم الان بلور کائنوسه به دست بیاریم حرارتش بدیم. نه، حرارتش اگر دادیم کائنوسه خراب میشه، باید بذاریم تو درجه حرارت محیط این به اصطلاح تبخیر بشه. و نکته این که همونطوری که عرض کردم، من مخالف بازی‌های هیجانی شما نیستم، ولی مقادیر کم استفاده کنید. مثلا میتونید همه این مقادیر رو تقسیم بر 4 بکنید، در مقیاس کم انجام بدین. حتما از دستکش، از عینک، از روپوش، اگه بتونین زیر نظر معلمتون آزمایش انجام بدین چه بهتر. و مواظب خودتون باشید.